الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. محسنان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال هستیم که باز هم در هفته هفتم یا درس هفتم یه تعاون و همکاری است با هم درس خود را شریک میکنیم. البته تعاون و همکاری در مکارم یا زیبایی های اخلاق اجتماعی رول مهم داره. تعاون از دو جانب می باشه، هم تعاون از طرف به اصطلاح یک انسان با انسان دیگر، مثلا یک انسان است دکاندار است، یکی مشتریش است، یک انسان مثلا دریور است، دیگه نفر مثلا سواریش است، یک نفر مثلا یک وظیفه را انجام میده که خداوند متعال جل جلاله دنیا را اساسش با اساس تعاون و همکاری بنا نهاده، که اگر انسان با هم انسان ها با هم دیگر تعاون و همکاری نکنن، نظام دنیا از بین می رود. مثلا یک انسان ضرورت داره که بوتش کسی رنگ کنه، او یک انسان دیگری است که بوته رنگ میکنه پول میگیره، ولی با همدیگر تفاوت ندارن در انسانیت و در به اصطلاح موقف پیش الله متعال. فقط اینها نظام دنیا را مانند خشت که دیوار را بلند میکنه، اینمی قسم یک بنا را یک ساختمان ما می سازیم، یک خشت دیگه خشت را کمک میکنه. باز خصوصا مؤمنا همی قسم الله متعال اینها را مثال میزنه که انهم بنیان مرسوس، آنها مانند ساختمان بسیار مستحکم هستند. یعنی المؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مؤمن که است مانند ساختمان است که یک خشتش خشت دیگری را محکم میکنه. اگر خشت بالا نباشه خشت پایین خراب میشه، اگر خشت پایین نباشه خشت بالا استوار نمیشود. بنابراین ما با همدیگر خود ضرورت داریم که در اجتماع زندگی کنیم و زندگی فردی نه عبادتش عبادت مزه میده و نه هم زندگانیش چندان زندگانی است. انسان در اجتماع خوش می باشه و اجتماع است که انسان موقف و مقام و جایگاه خود را پیدا کرده است. حالا می خواهیم بفهمیم که تعاون و همکاری چی است، چی معنا می ده. قسمی که شما مشاهده می کنین در سلایت که تعاون در لغت و در اصطلاح معنا شده، در لغتون به معنای مساعدت بکار رفته است، قسمی که الله متعال از زبان ذوالقرنین به ما حکایت میکند که وقتی یه مصد دیره بند دیره که در بین یعجوج و معجوج قرار میداد و او مردم منطقه شکایت کردن، گفتن که یعجوج و معجوج مردم مفسدی هستند در روی زمین، ما را بسیار به تکلیف کردن. باز ذوالقرنین گفت شما مرا کمک بکنی، فاعینونی بقوتن، پس مرا با نیرو یاری کنید. یعنی کدام زور قوتی که داره مرا یاری کنید، من میخوام بین شما یک بند ایجاد کنم که مو بند باز ایجاد کردم. مطلب ما سر تعاون است که تعاون از دو جانب میشود. اون در فرهنگ معاصر فارسی این کلمه به معنای یاری رساندن به همدیگر و همیاری استعمال شده است، یعنی همکاری با همدیگر.
در اصطلاح در این مورد دو تعریف وجود دارد. یک، اینکه شخص مسلمان برادر خود را در کارهای نیک و پسندیده و اجتناب از معاصی یاری رساند. گپ دیگه ای که پشتیبانی یک مسلمان از برادر مسلمانش و همکاری وی با او در امور خیر و فرمانبرداری الله متعال و دوری از نافرمانی و معصیت و تعالی باشد. اینمی خودش نشان دهنده از این است که انسان برادر مسلمان خدا وقتی کمک میکنه در فرمان خدا باشه و کارش، کاری که خلاف فرمان الله متعال باشه انسان کسی را کمک نبکنه، و حتی اگر آمرش هم باشه، اگر کسی بگه که ما آمر ما بگفت، باز بالاتر از آمر یزو آمر ما شما الله هست. انما الطاعت فی المعروف، از مخلوق ما شما در معروف اطاعت میکنیم، یعنی در کار خیر، در کاری که نافرمانی خداوند باشه اطاعت کردن واجب، مستحب، مباح نه، بلکه حرام است، منع است قطعا. اجازه نیست کسی در کار غیر معروف، در کار غیر پسندیده، در کار غیر نیک، یعنی در کار بد، در کار حرام از آمر خود اطاعت کند، فرمان برداری کند، اجازه نیست. در دقیقه شریف میره پیغمبر صلی الله علیه و آله انما الطاعت فی المعروف، طاعت و فرمان برداری در کار درست، در کار پسندیده جواز دارد، واجب است، از امیر باید اطاعت شود. بنابراین ما از این آیه مبارکه که خداوند میگه که بعدا هم میخوانیم که وتعاونوا علی البر و التقوا، در درس بعدی ما هست که در نصوص قرآنی میگه وتعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، شما هم دیگر خود را یاری کنید بر اساس نیکی و پرهیزگاری، و همچنان جانم ضد شام میگه و همدیگر را بر اساس تجاوز و ستمکاری یاری و پشتیبانی نکنید. این قرآن عظیم شان است که با ما میفرماید، دستور میدهد، و قرآن بالاترین کلام هاست چون کلام الله هست، این مانند کلام بشر نیست، شباهت با کلام بشر نداره، قسمی که خداوند متعال خالق است و ما مخلوق، الله خالق با مخلوق شباهت نداره در هیچ چیز، نه در ذاتش و نه در صفاتش و نه در وحدانیتش، هیچ نوع شباهتی با مخلوقش نداره. همونطور کلام الله متعال شباهتی با کلام مخلوق نداره. بنابراین کلام الله در جایی که آمد انسان باید از کلام خود صرف نظر کنه و به کلام الله تن بده، به کلام الله تسلیم شوه، چون این کلام الله هست، از خالق ما هست. دیگر انسان ها باید کوشش کنند که برادران مسلمان خود را در کاری که نیکی باشه، پسندیده باشه، یاری برسانند. در کارهای ناپسند، در کارهای ناروا، در کارهای حرام، در کارهای بد یاری و تعاون لازم نیست. الله متعال جل جلاله در سوره العصر می فرماید که ان الانسان لفی خسر، انسان در تاوان است. قسم به زمان که انسان در تاوان است، عمر گرانبهای انسان، عمر انسان خیلی قیمت داره، توسط همی عمر است که انسان وقت، یعنی وقت، عمر یعنی وقت، توسط وقت است که تو درس می خوانی، توسط وقت است که تو آماده شده ای تو سند فاکولته تا بگیری، ماستری تا بگیری، دکترای تا بگیری، توسط وقت است که تو لذت های دنیا را میچشی. اگر وقت نباشه هیچ کاری انجام دادن نمیتونی. بنابراین
به می خاطر الله متعال به وقت قسم میخوره که والعصر، قسم از به زمان، این زمان یعنی وقت. ای که با مفسرین گرامی در این مورد چقدر تشریحات دادن که وقت از برای هر پیامبر وقت امتش که عبادت الله را بکنه و اطاعت و فرمان برداری از پیامبرش را بکنه، یا وقت وقت نماز دیگر که هم یک زمان است، یا آخر روز که باز هم همون زمان میشه، خودش زمان است. عصر اقدر پیش الله مهم است که الله بهش قسم یاد کرده، الله به چیزهایی از مخلوقاتش که بسیار مهم باشن قسم یاد میکنه، ولی بر مخلوق جواز نداره که به غیر از الله قسم یاد کنه. یعنی هر وقت قسم میخوره انسان، با الله باید قسم بخوره، با مخلوقش قسم نخوره. ان الانسان لفی خسر، بدون شک انسان در تاوان است. انسانه گفته است، تنها انسان، هر انسان یعنی در تاوان است. انسان فرد یاد کرده، الا الذين امنوا، ولی ایمانداران باز جد جماعت یاد کرده، الا الذين امنوا، مگر آنانی که ایمان آوردن، کسی که ایمان بیارد و عمل الصالحات و عمل صالح انجام بدهد و تواصل الحق و دعوت به سوی دین حق بکنه. اینجا کسی که دعوت به سوی دین حق میکنه تو تعاون بکنی امروش، همکاری کنی امروش، چون مردم بر رو کار خیر دعوت میکنه، به درس خواندن، به مطالعه کردن، به تلاوت کردن، به ذکر کردن، به نماز خواندن، به اصطلاح اداره کردن، مدیریت کردن دنیا، پادشاهی کردن، به عدالت و همچنان برای اعمار زمین، خانه آباد میکنه، بلند منزل جور میکنه، سرک جور میکنه، پل جور میکنه، درخت میشانه، ده اینا هم کارش کمیسی. وظیفه انسان کی است؟ وظیفه اولش عبادت الله. در عبادت الله هر قدر میتونی یک آدم کمک میخواد، ضرورت داره کمکش کن، در مسجد برش جور کو، کتاب برش بخر که تا او بتانه خوبتر مطالعه کنه، زمینه سازی کو برش. همچنان اگر میخواه حاکمیت کنه در روی زمین، همکارش باش، میخواه فاسدین را از میان برداره، همکاری بکو با او، میخواه رشوت را از بین ببره، همکاری بکو، میخواه عدالت را تأمین کنه، همکاری بکو امروش، و تعاون و البر و تقوا. و همچنان در اعمار زمین، اگر میخواه مسجد جور کنه، سرک جور کنه، خانه جور کنه، پل جور کنه، تو با این آدم همکاری کن. مکتب جور میکنه، مدرسه جور میکنه، دارالافاضه جور میکنه، پوهنتون جور میکنه. این در حقیقت آبادی زمین است، زمین آباد میکنه، تو همراهش همکار باش. این چیزایی شد که انسان وقتی اینها را انجام بده از خسران و از تاوان بچ میشه، خلاص میشه. در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورده که من نفس عن مؤمن کربتا من کرب یوم من کرب الدنیا، نفس الله عنه کربتا من کرب یوم القیامه، و من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره، و من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره، والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. می کسی که مصیبتی از مصیبت‌های دنیاوی مؤمن را مرفوع سازد، خداوند مصیبتی از مصیبت‌های روز قیامت او را مرفوع می‌کند، برمی‌دارد. و کسی که با تنگدستی آسانی کند، فقیر باشد، مسکین باشد، خداوند در دنیا و آخرت به این انسان آسانی می‌کند. و کسی که عیب مسلمانی را بپوشاند، خداوند در دنیا و آخرت عیب او را می‌پوشاند. خداوند در صدد کمک بنده هست. هر انسان، هر بنده که هست، خداوند در صدد کمکش هست تا لحظه ای که بنده در صدد کمک با برادر مسلمانت باشد. تو که میخوایی با برادر مسلمانت کمک کنی، خداوند کت تو هست. و هو معکم و قال الله اینی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسولی و عزرتموه و اقرضتم الله قرضا، کل گپای اجتماعی است در این آیه مبارکه. خداوند گفت که من امروز شما هستم، به بنی اسرائیل میگه لئن اقمتم الصلاة، اگر نماز برپا کنی و آتیتم الزکات و زکات مالتون رو بدی، و آمنتم برسولی
و پیامبران ایمان بیاوره و حضرتمو و اونها را کمک بکنین، تقویه کنینشون، همکاری کنینشون. و اقرضتم الله قرضا حسنا، و قرض بدین برای الله. قرض برای الله نیست، تو برای برادر مسلمانت قرض میتی، یعنی پول میتی، کمک میکنی. این همکاری و تعاون در کارهای نیک است. اینا میگه ما خداوند میگه ما همراهتون هستیم. کسی که همراهش خداوند باشه دیگه او چه تشویش میداشته باشه، خالقش همراهش باشه. و دیگه ای که از این حدیث شریف که ما شما خواندیم چند موضوع دانسته می شود. الف پاداش میگه از جنس عمل است. آنچه از این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله دانسته می شود این است که میگه من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس الله عنه کربتا من کرب یوم القیامه. این قسمت حدیث نشان می دهد که پاداش از جنس عمل می باشد، ولی با این تفاوت که پاداش خیلی بزرگ از عمل خواهد بود. مثلا اگر شخص مؤمن دچار فقر و تنگدستی شود یا به چیز نیازش افتد، مسلمان دیگری اقدام به رفع آن نیاز نماید و تنگدستی را از وی برطرف کند، چی این برطرف نمودن از مال خودش باشد یا در آن راستا تلاش ورزد و اهل احسان و خیر را تشویق کند تا برای آن بذل و بخشش کنند که مشکلات عاید شده بر وی رفع گردد. و اگر نیاز آن مسلمان در این باشد که بر قرض نیازش افتد، باید برایش قرض دهد. و اگر دچار مصیبتی گردد با وی چی کند؟ تسلیت بدهد، یعنی همدردی کند با او تا مصیبتش برطرف شود. و اگر نیازش باشد که با کسی سفارش شود، سفارش بکنی در صورت کار خیر باشد. و اگر نیاز به خاطر ازدواج باشد، باید به خواستگاری رفته و در این راستا تلاش کنی، همراهش بری. و اگر مشکلاتش به سبب کاریابی باشد، برای یافتن کار باید همراه از همکاری کنی که جستجو کنی کار مناسب برایش پیدا شد. و اگر مشکل روانی داشته باشد، باید از راه های نصیحت و مشورت کمکش نمایی. این نیازهای برادر مسلمانت است که توی آره برطرف کنی، هم ثواب اخروی و پاداش بر تو میدهد خداوند متعال، و همچنان در روز قیامت هم کدام مشکلی داشته باشی مشکلت خداوند حل میکنه. اگر تمام مشکلات و مصائب دنیوی را اگر جمع کرده شوند، همش به اندکی از مصیبت های اخروی برابر نمیشود. این خودش نشان میدهد که پاداش از جنس عمل است. تو در این دنیا کار میکنی، برای یک برادر مسلمانت اندک کمکی را بکنی، خداوند در روز آخرت کمکت میکنه. و دیگری که پاداش عمل نیک بزرگتر از خود عمل نیک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جزء دوم حدیث میگه و من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا و الاخره. و کسی که با تنگ دستی آسانی کند، خداوند در دنیا و آخرت به او آسانی میکند. در این قسمت حدیث این مفهوم را در میابیم که هرگاه شخص در دنیا سختی را از شخص مسلمانی برطرف نماید، الله متعال سختی های دنیاوی و اخروی او را برطرف میکند. و در حدیث و دیگر یا میارک و این کان ذو عسرت فنظرت الى میسره و ان تصدقوا خیر لکم این کنتم تعلمون. و اگر قرضدار تنگ دست بود، پس تا هنگام گشایش یا وقت فراخی در دستش مهلت به او بدهید. و اگر براستی قدرت پرداخت ندارد، بخشیدن برای شما بهتر است، این خوبتر میشه که ببخشیش. حتی الله متعال به این مهلت دادن هم دستور میدهد، در صورتی که شخص قرضدار توان پرداخت قرض را به سر وقت ندارد و همچنان به کار بهتر از آن هم راهنمایی میکند که عبارت از گذشت کامل و بخشیدن است و آن را صدقه نام نهاده است، زیرا که از جمله صدقه پوشیده به شمار میرود. این خودش نشان دهنده از این است که انسان باید با برادر مسلمانش همکار باشد. دیگر همکاری با در این عرصه است که انسان باید عیب برادر مسلمانش را بپوشاند. پیغمبر اسلام میگه که من ستر مسلمان ستره الله فی الدنیا و الاخره. کسی که مسلمانی
عیبش را بپوشانه، خداوند در دنیا و آخرت عیب از رو بپوشانه، خداوند عیب کل ما شما را بپوشانه. انسان ها خیلی پر عیب هستند، هیچ انسانی از عیب خالی نیست، یک خطا و لغزش ازش میشه. الله متعال جل جلاله برای ما راه را پیدا کرده، میگه شما رسوا نکنید، در جستجو نشوید که الف شنیدی که فلانی و فلانی جای انتکار کرد، چطور کرد، در کجا بود، کی بود، چه قسم بود، جستجو نکو، تحقیق نکو، سرش وقت تا سرش ضایع نکو، بپوشان ای بشه دیگه، یاد نکو این موضوع را که دیگه نفرمش نوا او را دیگه نفرمش نوا، باز چی میشه، این خون نشر میشه. و دیگری که والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، این بسیار جالب است، خداوند در صدد کمک بنده است تا لحظه که بنده در صدد کمک با برادر مسلمانش باشد. همکاری مسلمان با برادر مسلمانش فضیلت اخلاقی است که همواره کمک الله متعال با آن همراه می باشد. این اخلاق چقدر مهم است، تو یک کمک اخلاقی میکنی، کمک فرضی نیست، ولی خداوند متعال همراهت همکار میشه، الله متعال کمکت میکند. چرا انسان هیچ امکان نداره که از کمک الله متعال غنی باشه، ولی الله متعال میگه تو برادر مسلمان اگه میخوایی که الله با تو کمک بکنه، تو برادر مسلمانت کمک کن، خلاص کار تمام است دیگه. و در حدیث دیگری میاره که انصر اخاک ظالما او مظلوما کانا او مظلوما، فقال رجل یا رسول الله انصره اذا کان مظلوما، ارأیت ان کان ظالما کیف انصره، قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره. میگه برادرت را یاری کن، خواه ظالم باشد یا مظلوم. یک نفر گفت یا رسول الله همی یاریش کنیم وقتی که مظلوم باشد، ظالم باشد چه قسم را یاری کنیم؟ گفت همی که از یادم ظالم ظلم از من اکنی ازش، یعنی از ظلم باز داری را، یعنی همی یاری ظالم است، نمانش که ظلم کنه. این خیلی فواید بسیار زیاد داره این حدیث شریف هم. و در دیگه حدیث شریف مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم که مثل جسد واحد، حالت مسلمان ها در محبت و رحمت و مهربانیشان به هم دیگر مانند یک جسد است که هرگاه عضوی از آن بدر داید، دیگر اعضای جسد در تب و بیدارخوابی با آن همراهی کند. اینجا خیلی ثواب زیاده است، فضیلت زیاده است که انسان برادر مسلمانش همکاری بکنه. چرا مسلمان و هم مانند اعضای بدن است، یک عضوت که بدرد بیاید کل وجودت تب میگیره، کل وجودت خونه میشه، شب تا صبح بیدار میمانی به خاطر درد یک جای از وجودت. انسان ها همچنان با همدیگر مانند برادر هستند، باید امی قسم باشن. حالا میریم بخیر به طرف امو ای امو احادیث هست که حالا خوانده میشن. من یسر علی من نفس علی من کربت من کرب الدنیا نفس الله عن کربت من کرب یوم القیامه، یعنی کسی که مصیبتی از مصیبت های دنیایی مؤمنی را مرفوع میسازد، خداوند مصیبتی از مصیبت را از قیامت آورد. این کل امور چیز حدیث است که ما شما یار خواندیم. شما میتونی یار در کتاب چپتری که براتون روان کردیم در سافت توسط امور را بخوانیم. حالا اهمیت تعاون یا به اصطلاح رابطه آن با همبستگی، این هم یک کمک واره میخوانیمش. باز میریم به طرف فواید تعاون. اهمیت تعاون و همبستگی همی کلان دلیل برای ما اینمی است، از رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف است که میگه المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا و شبک بین اصابعه. میگه
مؤمن با برادر مؤمن خود مانند یک بنای بلند است که بعضی از اجزای آن بعضی از اجزای دیگر را استوار و محکم میکند و انگشتان خود را داخل یک دیگر نمود. یک خشت به تنهای خود هر قدر که محکم و قوی باشد باز هم ضعیف شمرده می شود و هزاران خشت پراگنده هیچ کاری هم کرده نمی توانند و نه هم بنای را تشکیل می دهند، ولی بنای قوی و محکم و استوار از مجموع خشت های متماسک و در هم پیچیده در صفحه های منظم به وجود می آورد. تو وقتی بنا را می بینی می بینی که خشت ها جمع شده هم. به همین خاطر پیغمبر صلی الله علیه و مسلمان ها را با هم چی میگه؟ میگه که اینها مانند جسد واحد هستند. و پیغمبر صلی الله علیه و میگه یاد الله مع الجماعه من شد فی النار، دست رحمت خداوند بالای جماعت است و هر کس تنها کرد خدا او در حقیقت در دوزخ میافتد. خداوند متعال ما شما رو توفیق بده که ما یکی شیم و با واقعیت برادری نصیب ما شما بگردن. تعاون و همکاری از نظریات و دانشمنده هم است و شما میتونی با ایر خودتان بخوانین و همچنان فواید همکاری و تعاون شما میتونین که بازی را بخوانین فهمیتون به اتمام رسانیدن و انجام امور و فعالیت های بزرگ افراد از انجام دادن آن عاجز می باشند. پیدا شدن احساس قوت در افراد و ریشه‌کن شدن احساس عجز و ناتوانی از آنها. تعاون نشانه محبت و دوستی با دیگران است. مقابله با خطرهای احتمالی از سوی انسان ها با حیوانات ما حولش. تعاون و همکاری بر علاوه اینکه نیاز انسانی است، ثمره از ثمرات ایمان نیز است. تعاون و همکاری زیربنا و اساس پیشرفت، پیروزی، تولید و برتری می باشد. تعاون و همکاری که از ثمرات و قوت اسلامی است. تعاون و همکاری اساس مساوات و برابری انسانی را در افراد تقویت می نماید. تعاون و همکاری حقد و کینه را از قلبهای ضعیف ریشه‌کن می کند و اسباب حسد را از دلها می برد. تعاون و همکاری راه رسیدن به رضای پروردگار کسب محبت او تعالی و رسیدن به بهشتش می باشد. این از فواید تعاون بود که می رسیم به خیر عفو و بخشش. ما باید کم کم خوانده بریم تا آخر دو مرحله هم برسیم. عفو و بخشش هم عفو در لغت از نظر عفو نگفتن ماند که بعضی از جمله ها میمانند چون کتاب بسیار کلان است. شما میتونین بخیر که کم کم چیزایی را که ضرورت است بسیار زیاد دیگه خودتان مطالعه بکنین. خیر است اگر باز مشکل بود باز ما در خدمت هستیم. بعضی از در امتحان از اون نقاط میگیریم که تشریح شده از سوال ها را. معنای عفو در لغت چی است؟ عفو در لغت به معنای گذشت و چشم پوشی از گناه و ترک عقاب و مجازات بر آن می باشد. یعنی انسان وقتی گناه می کنه کسی او را عفو می کنه و از گناهش چشم پوشی می کنه اینمی را عفو می کنه. یکی از علما میگه به نام خلیل بن احمد هر کسی که مستحق عقوبت و کیفر باشد یعنی جزا باشد و تو او را ترک نمایی در حقیقت مورد عفوش قرار داده ای. گاه ممکن است که شخص از عقاب کسی در گذارد و ترک مجازات کند و این گذشت را از روی استحقاق این گذشت از روی استحقاق نبوده باشد. در اصطلاح چرا میگم عفو یعنی خودداری کردن یا اراده گرفتن چیزی و چشم پوشی از اون، یعنی چیزی را تو نادیده میگیری خودداری میکنی از رساندن ضرر به کسی در حالی که توان و قدرت اون را داشته باشی. و در مفهوم دیگر عفو یعنی گذشت از اشتباهات و لغزش ها و ترک عقاب بر آن. باستاب عفو در آیات قرآن کریم ما شما میبینیم که در مورد عفو
خداوند چقدر در قرآن کریم آیاتی را فرستاده از برای ما شما. خداوند میگه و سارعو الى مغفرت من ربکم و جنه وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ببینین که الله متعال جل جلاله در این مورد چقدر مهربان است. میگه اگر شما عفو کنین قبل از اینکه به عفو دستور بده چقدر وعده خوب میتبره. ما میگه و سارعو چقدر زیبا میگه. میگه سارو و تلاش کنید برای چی؟ الی مغفرت من ربکم، برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود. که چه رقم تو پیدا کنی تلاش کن که چه قسم پروردگارت عفوش بگیری به خود، مغفرتش بخشش بگیری. و یکی به یکی دیگه میگه و جنت، برای جنت تلاش کن که تو دو جنت بری. ایتور جنتی که ارض و هست سماوات و الارض، برای جنت برای آسمان ها و زمین است. اعدت للمتقین، آماده شده است برای پرهیزگاران. کدام متقیا؟ الذین، آنانی که ينفقون، مصرف میکنند مال خود را. فالسراء، در فراخی. و الضراء، در تنگی، یعنی اقتصادشان ضعیف است. و الکاظمین الغیظ، و آنانی که خشم خود را فرو میبرند. و العافین عن الناس، و از مردم در میگذرند. و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. هیچ قدر خوب آیتی است. میگه که شما وقتی عفو بکنی عفو و بخشش اقدر فایده داره که در حقیقت تلاش به سوی مغفرت و بخشش از جانب پروردگار است، و در حقیقت تلاش برای رسیدن به مجنتی که برش به اندازه آسمان هوا زمین است. ای کی هستی؟ مردم، کسایی که مال خدا در راه الله مصرف میکنن در خوشی، یعنی در وقتی که در دستشان یک چیز مال می باشه، و گاهی وقت در دستشان اما قدر ضرورت می باشه که خودشان بخورن. در اونو تو وقت هم یا خیرات میکنن، از اینکه در یک نفر در محتاج تر می هم برای ازو می تن. و وقتی که برحق می باشن سر کسی قهر هم میکنن، قهر خود را به خاطر الله، خشم خود را فرو می برن، پایین میکنن، از خشم خود پایین می هن، از قهر خود، و مردم هم مورد عفو قرار می تن. حال وقتی تو این کار را بکنی، خداوند در دیگه جا میگه که و جزا و سیعت و مثلها، یعنی جزای بدی کسی که بدی کرده مثلش بدی کن. اما دیگه جا پس وعده میتبرد، فمن عفا، هر کس که در گذرد از عقاب، از سیعه، از بدی کردن، پس به برادر مسلمان در مقابل بدیش و اصلح. چقدر زیبا میفرماید فمن عفا و اصلح، هر کس که در گذرد و نیکوکاری کند پاداش او میده. و اجره علی الله، پاداش او بر بالای الله است. انه لا يحب الظالمین، ولی خداوند ظالما را دوست ندارد. این عفو اینقدر تاثیر مثبت داره که انسان میتونه به جنت ببره. ای تو جنتی که برش برای آسمان ها و زمین است. و دیگر جا می فرماید که خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، گذشت داشته باش و آسانگیری کن و به کار نیک دستور بده و از نادانان چشم پوشی نما. هر انسانی که کار خراب میکنه
در حقیقت اون نادان است. دیگه بنابراین ما میتونیم که نمونه های تطبیقی از عفو پیغمبر صلی الله علیه و صحابه و صحابه صالح را در کتاب بخوانیم، هم کم اونجا نوشته است. خداوند متعال توفیق نصیب کنه، کوشش کنیم بخیر. انشاءالله در سال شاید شروع شوند، خب از فواید عفو و بخشش هم کمی میخوانیم. از فواید عفو می توان نکات را به شما در عفو برای اساعت کننده، یعنی بدی کننده، رحمت و مهربانی است و ضعف بشری وی در نظر گرفته می شود. امین کسی که بدی کرده با عفو و امر پروردگار به جای می گردد و سبب مغفرت او تعالی می شود. عفو و روابط اجتماعی را مستحکم می گرداند، در حالی که با سبب اساعت در معرض سستی و گسستگی واقع می شود. عفو و صفح سبب کسب رضای پروردگار می گردد. عفو و بخشش عامل کسب تقوی است. عفو و بخشش از صفات متقیان است. کسی که عفو می کند برایش احساس و راحت روانی پیدا می شود. با عفو برای عفو کننده عزت کسب می شود. عفو سبب الفت و مودت در میان افراد جامعه می گردد. در عفو و بخشش اطمینان، آرامش و شرافت نفس نهفته است. درس بعدی هم باز بخیر سالگری و اینا که از باز اینا هم باز کم کم میخوانیم انشاءالله. تا میشه که پایت میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.